سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. در این فیلم که بخش پنجم از مبحث تناسب هست درصد رو خواهیم دید. این فیلم برای کسانی که میخوان مجددا به تحصیلم برگردن مفید هست. توصیه میکنم ابتدا فیلم رو دانلود کنید، بعد برای بار اول از ابتدا تا انتها سعی کنید تمام مسائل متوجه بشید چی کار میکنید. برای بارهای بعدی صورت سوال دیدی فیلم رو نگه دارید و سعی کنید خودتون حل کنید. البته آموزش کامل کتاب های درسی ریاضی و فیزیک داده شده، در سایت میتونید دانلود کنید، همچنین در کانال تلگرامی. گفتیم تناسب دو تا نسبتی که با هم مساوی، درصد یه نسبتی مساوی اون نسبتی که ما داریم اما از صد. مثلا فرض کنید ما یه دایره ای داریم، نصفش رو سیاه میکنیم، یک چهارمش رو قرمز. خب این نسبته، نسبت قرمز به کل، یعنی اگه کل دایره رو به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم میبینیم یه قسمت این چهار قسمت قرمزه. حالا چند درصد؟ میگیم مساوی با یه نسبتی که کل رو گرفتیم صد، حالا اون نسبت میشه 25%. به جای اینکه بنویسیم 25 صدم، 25 رو مینویسیم، درصد و علامتش رو جلوش میذاریم. یا سه چهارم این دایره رنگیه، سه چهارم اگر ضرب در صد کنیم کل و صد گرفتیم دیگه، به 75% میرسیم. میتونیم تناسب هم بنویسیم، بگیم از 4 تا 3 تا از 100 تا چقدر بود، به 75 میرسیم، که بر حسب درصد باید بنویسیم. یعنی علامت درصد رو باید بذاریم دیگه 75، یا باید بنویسیم فارسی کنارش درصد. 2.5% چه کسریه؟ یه روش اینه، بگیم 2.5% یعنی 2.5 صدم، 2.5% یعنی 2.5 از 100. بعد میشه 2.1 دوم که به کس تبدیل میشه، دور در دور، نزدیک در نزدیک، 5.2 1/40. البته یه جور دیگه هم میتونستیم بگیم، بگیم 2.5 یعنی 25 دهم که تقسیم بر 100 دور در دور، نزدیک در نزدیک، 25000. اینجوری اشارش هم میتونیم بگیم، چه بگیم 1/40، چه بگیم 25000. بنابراین هر کسری رو میتونیم به صورت درصد بنویسیم. 1/5 صورت مخرج رو در 20 ضرب کنیم. حالا ممکنه بگید 1/3 چی؟ تقریبا میشه 33%. 1/6 میشه 60%. 9/16 میتونیم بگیم 9 تقسیم بر 16 کنیم، یا نه از تناسب استفاده کنیم بگیم 9/16 مساوی چند صدم. میبینید از ماشین حساب من با وجود اینکه این فیلم خیلی کوتاهه، اما همه کارها رو با محاسبات خودم انجام میدم. این عددی که به دست آوردیم خارج قسمت، یعنی 5625 10000 چند درصده؟ نگاه کنید 60% رو که بالا ما به دست آوردیم، اگه 60% نبود ضرب در 100 کردیم، اینجا هم ضرب در 100 کنیم میشه 56.25%. راحت تره اعدادی رو که بر حسب درصد با هم مقایسه کنیم. این خوبی درصده. اینجا اومده گفته چند تا این خونه ها نارنجی میشموریم، چون تعداد کل خونه ها 100 تا دیگه، هر عددی به دست بیاد میشه درصد، یعنی هر تعداد خونه. اما برای این قسمت قرمز یه مثلث، قاعدهش ارتفاعش، قاعدهش 5، ارتفاعش 10. مساحت ملاک دیگه، تعداد خونه ها یعنی مساحت این خونه ها. جزء این خونه ها رو با هم جمع ببندیم، اون قسمت های جزئی هم به 25 میرسیم. کل خونه ها 100 تا، قسمت سبزم 25%. چند درصد کل خانه ها رنگیه؟ 100%. در شکل روبروی یک صفحه 25 خانه ای میبینیم دیگه، اینجا 100 تا نیست. میگه 20% رو رنگ کنید. ما میگیم
جای خالی به روی 25 مساوی 20 به روی 100. گفتیم درصد یه نسبتی از 100، بنابراین اگر اینجا درصد داریم میتونیم نسبت به دست بیاریم. تو مسئله قبل نسبت رو داشتیم، درصد رو با ضرب کردن درصد به دست میابودیم. الان ببینیم میشه 5/25، یعنی 5 تا از این خونه ها رو رنگ کنیم، یعنی 20% رو رنگ کردیم. چند درصد اونها سفید باقی میمونه؟ یه روش اینه، بگیم 20% قرمز، بنابراین 80% سفید باقی مونده. یا نه، بگیم 25 منهای 5 20، 20 تا از 25 تا سفیده، یعنی چند تا از 100 تا؟ 80 تا، بنابراین میشه 80% سفید. قسمت بعدی گفته اگر 7 خانه دیگر را رنگ کنیم چند درصد شکل رنگی میشود؟ خب من با یه رنگ دیگه این 7 خانه رو رنگ کنم. هر خانه معادل 4%. یه روش اینه، بگیم 7 ضرب 4 28%، یعنی 28% دیگه رنگی کردیم. یا بگیم 7/25 مساوی با چند از 100 که میشه با 28%. یه 28% و یه 20% میشه 68% کلا رنگی شده. یه سم از 3 تا سم مخلوط کردن 3 سم ایجاد شده. حالا گفته درصد هر نوع سم، نسبتشو به دست میاریم، ضرب در 100 میکنیم. یا نه، تناسب میگیم 1/8 مساوی چند از 100. بعد میگیم سم نوع دوم 4 برابر سم نوع سومه، بنابراین 4 ضرب 12.5 دیگه نیومدم جدول تناسب. سم نوع اول 3 برابر 3 ضرب 12.5. کافیه یک کدوم از اینا رو به دست بیارم، بعدم به نسبتی که داره مقدارش رو به دست میارم. اگر کل مقدار سمی که به دست میاره 960 گرم باشه، 12.5% 120، به همین ترتیب خونه های دیگه به دست میاد. 4 ضرب 120، 3 ضرب 120. در یک نظر سنجی 1200 نفر مورد سوال قرار گرفتن، 905 نفر پاسخ دادن. چند درصد پاسخ دادن؟ همین نسبت رو به دست میاریم، ضرب در 100 میکنیم. اما چون گفته تقریبا، لازم نیست دقیقا 905 رو تقسیم بر 1200 کنیم ضرب در 100 کنیم. 900 تقریبا با 905 برابر، یعنی به جای 905 میداریم 900 تا بتونیم ساده کنیم. که به 3/4 میرسیم، 3/4 یعنی 75%. این دوتا سوال رو دقت کنید، سوال مربوط به تخفیفه. یه دونه کتاب داریم 15000 تومن خریدیم، 20% میخواییم روش سود کنیم، یعنی با 20% افزایش نسبت به قیمت خرید بفروشیم. ما یه فرمول داریم، اونم قیمت فروش مساوی با قیمت خرید به علاوه سود به ما مسائل رو میتونیم حل کنیم. قیمت خرید همونی است که ما الان خریدیم، سود مقدارش جمع بشه قیمت فروش رو میده. حالا مقدار سود چجوری به دست میاد؟ درصد سود ضرب در قیمت خرید. الان 20% میخوایم سود کنیم، باید 20% ضرب در 15000 کنیم، این میشه مقدار سود، یعنی 3000 تومان. 20% من نوشتم 1/5، با نسبت راحت تره کار کردن. درصد رو به نسبت تبدیل کردم، حالا 3000 رو به علاوه قیمت خرید میکنم، یعنی 15000 قیمت فروش به دست میاد. سوال بعد با اینکه متفاوته اما از همین فرمول میتونیم استفاده کنیم. چه جوری؟ یک کتاب با 20% سود نسبت به قیمت خرید فروختیم، قیمت فروش رو اینجا داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر 100 بوده 20 تا سود کردیم، 120 فروختیم. یعنی الان ما 120% داریم، 100% رو میخواییم، یعنی 120% 24000 تومنه، 100% که 1 هست، چقدر قیمت اولیه به ما میده که اگر ساده کنیم میرسیم به 20000. 20000 بوده، 4000 سود، 24000 فروش. شغل آقای محمدی خرید و فروش فرشه، یه فرش داشته 2,000,000 تومان خریده، 5% سود، مقدار سودش چقدر میشه؟ 5% ضرب در 2,000,000، که ما میگیم 5% یعنی 1/20
دو میلیون هم دو میداریم، بعد عددی که به دست اومد بر حسب میلیون میشه یک بیستم ضرب در دو، یک دهم، یک دهم میلیون یعنی 100,000 تومان سود. یه فرش دیگه داشته 500,000 تومان خریده، 10% سود، سودش چقدر بوده از این فرش؟ 50,000 تومان. کدوم معامله پرسودتر بوده؟ معامله 100,000 تومان سود، با اینکه درصد سودش 5% بوده، اما چون قیمت خریدش بالا بوده سود بیشتری کرده. اینجا یه مسئله خیلی خوب حل میکنیم. علی پولشو بانک گذاشته، بعد از یک سال 17% سود گرفته، اصل پول و سودشو دریافت کرده، یک سومشو گفته به ما، یک سوم این پول 585 هزار تومان شده. اول میایم کل پولی که الان دریافت کرده به دست میاریم، میگیم یک سومش 585 هزار تومان، سه سوم میگه که چقدر، یا بیایم بگیم سه برابر کنیم میشه 3 ضرب در 585 هزار تومان. الان پولی که دریافت کرده یعنی اصل و سود شده 1,755,000 تومان، اما اصل پولش چقدر بوده؟ ما میگیم اصل پول 100%، الان چیزی که دریافت کرده 100% علاوه 17% یعنی 117%، 117% شده 1,755,000 تومان. 100%ش چقدر؟ 100% یعنی 1، یعنی باید 1,755,000 رو ضرب در 117 هم تقسیم بر 117%، یعنی ضرب در 117 هم. حالا با صفر را کار نمی کنیم، بعدا میتونیم حساب کنیم، یعنی 1755 رو تقسیم بر 117 می کنیم، بعدا 3 تا 0 درش ضرب می کنیم. دقت کنید ببینید من اصلا ماشین حساب استفاده نمی کنم. برای چی؟ برای اینکه باید تسلطمون روی ریاضی همواره زیاد باشه، مثل کسی که همواره ورزش میکنه، نمیتونه بگه من 10 سال ورزش کردم حالا دیگه نیازی به ورزش نیست. میرسیم به 1,500,000 تومان، این اصل پولشه، یعنی 100% پول علی. 17% چقدره؟ 255,000 تومان، این مقدار سودشه. ابعاد یک زمین، این خیلی، این دوتا سوال مال دهم فنی اختصاصی اوناست، اما دانش آموزان پنجم ششم دبستانم دارن. یه مستطیل حالت اولیه 10 ضرب در 20، این مساحت 200 متر مربع، حالا 2 متر به طول 2 متر به عرض اضافه کردیم، گفته چند درصد افزایش مساحت داریم. مساحت ثانویه رو به دست میاریم، 22 ضرب در 12، میاریم از ضرب ابتکاری، یعنی 22 رو مینویسیم ضرب در 10 به علاوه 2، 22 یه بار در 10 ضرب میشه 220، 22 در 2 44 میشه 264. تغییرات تقسیم بر مقدار اولیه ضرب در 100 میشه درصد تغییرات. نسبت تغییرات چیه؟ تغییرات به روی مقدار اولیه. شما هر نسبتی رو درصد ضرب کنید درصد به شما میده. اگر نسبت تغییرات رو درصد ضرب کنید درصد تغییرات، تغییرات به مقدار اولیه ضرب در 100 میشه 64، 200 ضرب در 100 32%. یا نه بیاید بگید آقا من میخوام بدونم چند درصد تغییر کرده، افزایش پیدا کرده، میگم اگر 200 باشه 100، حالا که 64 مقدار تغییراته، درصد تغییرات 32 به دست میاد. یک کتاب فروشی در آذر ماه 300 تا کتاب کمتر نسبت به آبان فروخته، این مقدار تغییر فروشه. اگر تو آبان 1200 یعنی مقدار اولیه باشه، درصد تغییر میزان فروش، ما گفتیم تغییرات به مقدار اولیه میشه نسبت تغییرات، ضرب در 100 که بشه میشه درصد تغییرات. اینجا 300 کاهشه، یعنی منفی 300. یا نه در نظر بگیرید عددی که به دست میاد کاهش رو نشون میده، چه با منفی کار کنید که خودش به ما میگه، یعنی منفی 25%، چه بگید 25% من به دست میارم اما می نویسم کاهش فروش. چرا؟ چون 300 جلد کمتر فروخته. یه نکته خیلی مهم، ما فرض کنید 240 واحد داریم، به 360 واحد افزایش پیدا میکنه، درصد تغییرات چقدر میشه؟ نسبت تغییرات 120 به 240 ضرب در 100 میشه 50%. اما 360 چند درصد 240؟ 1.5 نسبتش ضرب در 100 میشه 150%. حالا اگر یه چیزی 200% افزایش پیدا کنه، با اینکه 200% بشه
فرق میکنه. 200% افزایش یعنی 3 برابر، 200% بشه یعنی 2 برابر. متشکرم، خدا نگهدار.